لیلا سعادتی همکارم از لندن با ماست. لیلا خوش اومدی به برنامه. پیشتر هم گزارشهایی داشتیم که خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده گزارش داده بودند که به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شدند، درسته؟ بله درست، اوایل اسفند ماه بود خواهر و پدر ابوالفضل آدینه‌زاده اعلام کردن در شبکه‌های اجتماعی که از طرف دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضاریه گرفتن که باید به اونجا 16 اسفند ماه به اونجا مراجعه بکنن و در اون احضاریه هم نوشته شده بودش که برای ادای توزیع به اونجا باید برن. ما میدونیم که ابوالفضل آدینه‌زاده 16 سالش بوده که در روبروی دانشگاه فردوسی مشهد با 24 تیر در واقع ساچمه‌ای کشته شد و همیشه هم در همه این مدت به ویژه خواهر ابوالفضل همیشه در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرامش خیلی از ابوالفضل می‌نویسه، عکس‌های زیادی از ابوالفضل در واقع منتشر می‌کنه و خاطرات با ابوالفضل رو در موردش می‌نویسه، خاطراتی که با هم داشتن، و همیشه گفته که دادخواه خونه برادرش هست. به نظر میرسه که اسفند ماه که شروع شده فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بر خانواده کشته شدگان و اعدام شدگان افزایش پیدا کرده. میتونیم بگیم که یه جور انتقام جویی هست، این داره انتقام میگیره از خانواده و این نامه هایی که تو خودت هم خبر گفتی، نامه هایی که داره یا سر حراست دانشگاه مثلا رفته برای خواهر مجید رهنورد فائزه و وقتی پرسیده چرا نمیتونم بعد از تعطیلات نوروز برگردم دانشگاه، پرسیدن که خودت میدونی چرا، یا مثلا در مورد فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری که از معترضان کشته شده در قزوین هست، او هم منتشر کرد و کاملا نوشته و گفته که و خطاب به جمهوری اسلامی و مقامات نوشته که شما اینقدر حقیر هستید که من فکر میکنید که کارم مثلا بر من مهم نیست و کارم از زندگیم میدم و که دادخواه خون برادرم هستم، و خودش هم نوشته که دلیل اخراجش از سر کار و به ویژه اینکه شغل مهمی هم داشته برای کارشناس ارزیابی و عملکرد سازمان نقشه‌برداری کشور بوده و همچنین هم خودش نوشته تقدیرنامه داشته پارسال و امسال تابستون و نوشته که این تقدیرنامه و تشویق‌نامه هایی که دریافت کردم حالا به زمستان که رسید از کار اخراج شدم، و نوشته که دادخواه خون برادرم هستم و همیشه هم خواهم بود و ادامه خواهد داد راهشو. به هر حال همچنین خانم فرزانه ورزکارم خودت هم گفتی در خبر داده که هفته پیش دو بار احضار شده به اطلاعات آمل و وقتی هم که رفته اونجا تفتیش بدنیش کردن، می‌خواستن موبایلش ازش بگیرن، مادر عرفان رضایی رو، و چون موبایل با خودش نبرده بوده کیفش رو ازش میگیرن و ضبط میکنن. ما بدیم که عرفان رضایی 30 شهریور ما کشته شد در آمل با دو تیر جنگی و وقتی هم که کشته شد یک ماه و نیم طول کشید تا گواهی فوتش رو به خانوادهش بدن و خانواده‌اش تحت فشار بودن و میگفتن که باید اعلام بکنید که او در واقع شهید حکومتی هست، ولی خانواده‌اش این کار رو نکردن و بعدم مادرش همیشه در شبکه‌های اجتماعی افشا کرد و نوشتش که چقدر تحت فشار بودن. همچنین خانواده مجید راهنورد که اعدام یکی از اعدام شدگان این خیزش انقلابی هست، همیشه تحت آزار و اذیت بسیجی‌ها بودن در این مدت و مغازه‌شون رو پلم کرده بودن، در پنجره خونه‌ش رو بارها شکستن، همیشه بسیجی‌ها شبانه روز اون رو اذیت کردن و آخرش هم خودت هم گفتی خواهرش از دانشگاه اخراج شده.